سلام، وقتتون بخیر. من محمد براتی هستم از آهوتا. زهر زنبور عسل و درمان طبیعی بیماری پارکینسون عنوان مقالات، تحقیقات و مطالعاتی هستند که ما میخوایم داخل این ویدیو با هم بررسی بکنیم. در سال 2008 تحقیقی با عنوان زهر زنبور به عنوان یک عمل محافظتی عصبی در بیماری پارکینسون توسط بنیاد پارکینسون مایکل جی منتشر شد که از تحقیقات بالینی تو زمینه استفاده از زهر زنبور برای مقابله با پارکینسون حمایت میکنه. توی مدل پیش بالینی بیماری تایید شد که چه خود زهر زنبور و چه یکی از اجزای اون به نام آپامین قادرن تا از بین رفتن نورون‌های دوپامینرژیک، نوعی سلول عصبی که شدیداً تحت تاثیر بیماری پارکینسون قرار میگیره رو متوقف یا کند کنن. اونا نشون دادن که تزریق منظم زهر زنبور واقعا میتونه تخریب نورون‌های دوپامینرژیک تو مدل پی دی استفاده شده رو کند کنه و اینکه این خاصیت تا حدودی به دلیل وجود آپامینه، اگرچه فهرست کامل اجزای مسئول این خاصیت و مکانیزم‌های عمل تا کنون ناشناخته باقی موندن. تو سال 2011 کیم جی و همکارانش تحقیقی رو تو دانشگاه کیونکی کره جنوبی انجام دادن. نتیجه گیری تحقیق اونها این بود که داده ها نشون میدن تزریق نیش زنبور ممکنه دارای خاصیت محافظتی عصبی باشه که فعال سازی واکنش میکروگلیایی رو ضعیف میکنه که دارای پیامدهایی در درمان بیماری پارکینسونه. تو سال 2011 و 2012 2013 مقالات و تحقیقات زیادی منتشر شدن که همگی تاثیر مثبت زهر زنبور رو بر روی پارکینسون نشون میدن که برای خلاصه ما به یکی از اونها اشاره میکنیم. تو سال 2013 تحقیقی توسط آلوارز فیشر تو مرکز تحقیقات عصب شناسی دانشگاه پیر و ماری کوری تو پاریس انجام شد که نتایج تحقیق نشون میده که سایر اجزای زهر زنبور عملکرد محافظتی پپتیدها رو تقویت میکنن. تو سال 2014 هم مقاله‌ای با عنوان تپ سوزنی با استفاده از زهر زنبور نوید بخش بیماران مبتلا به پارکینسون منتشر شد. بر اساس این تحقیق تپ سوزنی میتونه از طریق افزایش جریان و انتقال دوپامین تو درمان بیماری پارکینسون مفید باشه. همچنین اظهار شده که مزیت‌های الدوپا رو تقویت میکنه و اثرات شدید بیماری رو کاهش میده. نتیجه گیری تمام این تحقیقات این بود که تو این مطالعه آزمایشی هم تپ سوزنی و هم تپ سوزنی همراه با زهر زنبور نتایج امیدوار کننده ای به عنوان درمان کمکی برای بیماری پارکینسون از خودشون نشون میدن. با این حال هیچ نتیجه گیری قطعی اتخاذ نشده چون این آزمایش روی تعداد نسبتاً کمی از بیماران انجام شده، اما تحقیقات دیگه ای در حال انجامن و بررسی این موضوع همچنان ادامه داره. تو آسیا تب سوزنی همواره برای تسکین علائم پارکینسون مورد استفاده قرار گرفته، اما در غرب همچنان در حال تحقیق در مورد این مطالعه هستند تا بتونن این نظریه رو تایید و مکانیزم های موجود در پس این روش رو درک کنن. به نظر میرسه که تب سوزنی از سلول های عصبی نظیر سلول های عصبی که این بیماری رو نابود میکنن محافظت میکنه. زهر زنبور قادره تا التهاب سلول‌های عصب رو کاهش بده. در عین حال تو آسیا بدون نیاز به انجام آزمایش‌های بالینی و ارائه توجیهات علمی از تب سوزنی به طور گسترده جهت تسکین علائم مضر پارکینسون استفاده می‌کنن. امیدواریم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور هست لطفاً اون رو با دیگران به اشتراک بذارید و همچنین نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. شاد باشید و تندرست. خدا نگهدار.